د ټاکنو خپلواک کمیسون په دوهم ورځ هم د تخنیکی ستونزو له امله ونتوانید چې په ټولو مرکزونو کې ټاکنې ترسره کړي. ویل کېږي چې نږدې 150 مرکزونه په کابل او ولایتونو کې د رای ورکوونکو پر مخ تړلې پاتې شوې. سلام او وخت مو په خیر. زه شاپور بختیار یم او تاسو د پارلمان نوداف خپرونې لیدونکي یاست. په خپرونه کې راسره له کابل ولایت څخه ولسي جرګې ته نومانده خاطره ایسغزی صاحب میلمنه ده. ستړي مشي بس بخیر اغلی. البته یادونه کوم چې د خپرونې بل میلمه مو د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ویان مرستیاله شایما سروش ده چې ویل دي چې په لاره کې د کېدی شي په خپرونه کې له موږ سره یوځای شي. په ټوله کې د یو نومان په توګه باندې یا د یو راوی ورکوونکي په توګه باندې د ټاکنو بهیر مو څنګه وارزو؟ کور ودان سلام هم درنښت تاسو ته او تاسو ته تلزم ټول لیدونکو ته وړاندې کوم. ابتدا کې غواړم خپل ټول غیور ولس څخه مننه وکم چې واقعا یو تاریخي ورځ وه. د افغانستان په تاریخ کې وتولیدل په پراخه کچه باندې راله د دیموکراسي حاصل چې انتخاباتو په هغه کې ګډون وکړي. دا چې من حیث د یو افغان غواړم څو برخو کې خپل نظر وړاندې کوم. من حیث د یو رای ورکوونکي ټاکنو خپلواک کمیسون ابتدا کې چې کوم برنامه رزي کړې وه او یا هم کوم چمتووالی چې نیولو وه واقعا په سمه توګه وو. خو دا چې د خلکو د ګڼ شمېر ګډون هو او یا هم بې نهایت د ټاکنو د خپلواک کمیسون د توقع څخه لوړ ارقام وو، نو زه فکر کوم چې دې په وړاندې باندې ټاکنو خپلواک کمیسون پاتې رالی. یو برخه کې چې دې پوره منیجمنت یا اداره نه درلودل، خپل کنټرول پر دې خپل کسانو باندې نه درلودل. ابتدا کې مخکې د دې چې ټاکنو پروسه شروع شي د دې خپل کارکوونکي د پولیسو سره لاس او ګریوانو. دوهم مرحله کې پولیس به هغه کسان ته ځینې به سلیقوي اجازه ورکول، پولیس به ځینې ته اجازه ورکول، ځینې به اجازه نه ورکول، او یا به هم د دې تر مابیز باندې شخړې رامنځته شولې. خو په ټوله کې بیا هم که وایي ارزو زه فکر کوم چې موږ تاسې په بریالۍ توګه باندې ټاکنې درلودلې، خو دا چې تر کوم ځای پر شفافه دي که نه دي دا به بېرته راځي د ټاکنو خپلواک کمیسون په دې اړه باندې تصمیم نیسي. ځکه زه من حیث د یو رای ورکوونکي کوم محل ته چې زه ولاړم واقعا په ډېره شفافه توګه باندې هلته دا پروسه سرته ورسېده. نه یوازې زما په وړاندې بلکې هغه کوم نوماندان ناظرین چې همالته وه ټول په وړاندې باندې دا پروسه په ډېر شفافه توګه سات ورسېده. سایټونه ته نه چې ستاسو ناظرین هلته ګډون درلوده، برخه درلوده، رپورټونه چې درکړي د مشکلاتو په اړه باندې شکایتونه څه شي نه وو؟ بایومیټریک سیستم خراب و، درغلي کېدل، زورواکي و، راپورونه مو څه دي کابل ولایت؟ زه فکر کوم چې تقریبا موږ ته دغه دوه ورځې کې کافي بحث پر دې باندې وکړي او ټول ته دې معلومات دي چې کوم برخو کې وو. بایومیټریک سیستم و، د امنیتي ځواکونو د خپل ټاکنو خپلواک کمیسیون د مسؤلینو نام ژغي و، د کوم کسانو چې خپل نومونه په هغه سایټونو کې ثبت راجستر کړي وو په هغه نومونه نشتون وو. همدارنګه د دې تر ټولو مهم برخه دا وه چې په ناوخته باندې شروع شول دا پروسه. په سلهاو نه په زرهاو کسان د هر مسجد او یا هم د مکتبونو مخ ته ولاړو. له بده مرخه د دې پروسه نه شروع اصلا څوک نه راغلي چې موږ تاسې د یوې پیښې شاهدان هم یو چې د خپل د ریاست جمهوریت دوه مرستیال رالی او تقریبا 15 دقیقې مکمل هغه ودرېده تر هغه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون استازي رااله. خو په دې برخه کې ځینې هغه زه ابتدا خپل کمیسون ګرام بولم، همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسون د شکایتونو کمیسون هم ګرام بولم چې ابتدا کې کوم موارد چې موږ په دغه نن پرون ورځ کې ولیدل اکثره زورواکي رااله، هغه کوم د جماعت او یا هم د ښوونځي مخ ته چې کوم پولیس و هغوی هم ووهله، او همدارنګه هغوی تر هغه وخت پورې بندي کړي وو تر هغو چې دوی ولاړه خپل په ګټه باندې صندوقونه ډک کړل، بعد له هغه سره بیا راووتل هغوی هم پرې شول. یوه مسله. دوهم مسله د ولسوالۍ کې اکثره کوم د دغه مکمل څه چارواکي وو، که څه د ټاکنو د خپلواک کمیسون وو، که څه زموږ تاسې امنیتي چارواکي وو، د ټول مکمل مخکې رانیولو مخکې د دې چې سبا ورځ هغه د میزان 28 باندې ټاکنه شروع شي په شپه کې ټول صندوقونه ډک سي وو. او سهار چې کوم وګړي راله یا هم د ولسوالۍ خلک راله چې رای ورکون مرکزونو ته ولاړ سي، رای ورکون مرکزونو د هغوی پر مخ باندې تړلي یو دغه رپورټونه داسې رسیدلو چې په ځینې مرکزونو کې چې یا ناوخته پرانستل شوي دي یا هم بیخي پرانستل نه شو. رپورټونه داسې وو چې صندوقونه مخکې له مخکې نه ډک شي وو. تاسو هم داسې ګزارشات لرئ؟ بله شکه چې په سروبي ولسوالۍ کې، په قرباغ ولسوالۍ کې، په خاک جبار ولسوالۍ کې، په همدارنګ په دې سبس کې، په دغه ولسوالۍ کې دغه رایې وخت چې مخکې د دې چې خلک راسي د مرکزونو ته رای ورکي اصلا دروازې نن هم د هغوی پر مخ باندې دروازې تړلې وي او ډېری خلک
خلک پات سول چې راسي رائے ورکي خو زه بیا هم راځم خپل مخکي خبر د ته پوره کوم چې د شکایتونو کمیسون د ټاکلو خپلواک کمیسون دغه کسان ته ابتدا کې زمينه مساعد کړ چې د لیست راوستل او د لیست راوستل وروسته دغه چې د دې پروسه هم د خان سره مخ کړل او یا به هم پراتون کې دا بدنام سي دا دغه کسان لامل و چې زورواکي دي د ټوپک سالاري دي غواړي هغه کسان چې واقعا په سلهاو د افغانانو په وژن باندې تورن دي په غوي په وینو باندې لاسونه سره دي غصب دي کړ دي غلاوي دي کړ دي د هرې خواسه کوګوري واقعا زلت برتر ملامتیا پر کمیسون باندې چوم خو به بل پټول کې کراسو ټاکل پروسه ملي پروسه ده په دې ملي پروسه کې کچیر ټاکل خپلواک کمیسون 15000 کسان نه 15000 کسان د 9 میلیون کسان په وړاندې باندې چې حق په ټاکون کې ګډون وکړي یعنی د سپتنام مخکې کړو فکر کوم چې هیڅ ناراضي یو کس د ټاکل خپلواک کمیسون چې یو دوه درې څلور مرکزه کې وای نو خلک ویل چې خلک ملامت دي ټاکون خپلواک کمیسون اما په کابل کې چې پلازمې نه ده یعنی داس ناحیه نو چې داس څنګه پکې نه و مرکز په وخت وړاندې ستل شو په بایومټریک سیستم خراب دی بل شک خو دا هر کس په دې پیدل چې زه خو ناراضم نو مجبور اوسل چې هغه د غیر قانوني لار څخه استفاده وکړي کدی هر څونه مدیریت ول کزه د یو ټاکون د خپلواک کمیسون دی مامور په حیث باندې سم نو تر خپل ځان خو ماته رائے نه ده ګرانه زه مجبورم چې د خپل ځان ساتنه به ابتدا کوم بعد دغه سبزه د رای ساتنه کوم خو کچیر ماته څوک اختار راکړي او یا هم ما ګواښي په دې باندې چې زه مو وژنم یا توپک را باندې نسوم زه مجبور یم چې زه ورته کښنم چې هر څه کوي ته یعنی فکر کوي چې اکثر مرکزونو کې زور واکو اکثر مرکزونو کې زور واکو د زور څخه کار واخستي بل خصوص په ولسوالیو کې بل شک چې سل په سل کې د ولسوالۍ رای دغه کسان ته یو همکاري چې زمون هیڅ دی افغان نه من هیڅ دی کاندید چې زه خپل د ټاکون د خپلواک کمیسون یا د شکایتونو د کمیسون سره کولای سم هغه هغه اسناد چې د هر کاندې چې کوم زورواکي کړی دا او یا هم د هغه په وړاندې باندې یعنی واخه شفافیت ته سوال نه دی راوستل دي هغه اسنادونه ویډیو وی ټولز مر سره سره موږ کولای شو چې ټاکل خپلواک کمیسون در رسنی په واکې ورکو خو باید دغه کسان سره داس چلند وسی چې واقعا د ټول رای باید قرنتی سي دغه کسان بیا یو نکړی چې راسي بیا هم پارلمان ته دغه مافیایي پارلمان یې دغه زورواکي پارلمان یې او بیا هم هغه عاشق کسان لکه تکل مخکې چې مشروع کړی په کمیسون دغه مدیریت ته پولیسو سره فکر کوي چې دوی وتوانیږي چې شفاف رائے دغه باطل رائے څخه یا د ناپاک رائے څخه بیل کړي زوبې تر وخت فی ورسته وره تلند د می ورسته بس تا مرکو بیا هم ستړي مشه شیما سروش هم خبرونه تراله خوش آمدید خوش باشم چرا کمیسون نتوانست که تا در کابل انتخابات به طور درست برگزار کنه برام خدا سلام عرض می کنم خدمت شما و خدمت مهمان گرامیتان و همه بینندهایی که بحث امروز می بینن. خب هر پروسی بزرگ با آنقدر وسیع که در سطح افغانستان با شمال مرکز باشد چالش ها و مشکلات خود دارن. بنابر تاخیر برگزار شدن انتخابات آقای صیاد هم معذرت خواهی کردن از مردم افغانستان، نباید اتفاقی که می افتید برای چند ساعت افتید، ولی با آنم رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تلاش کرد که جلوی امی ناماهنگی و جلوی که به تاخیر افتاد او را جبران کردن و نگذاشتن که مردم افغانستان از رأی قانونیشان از حق قانونیشان محروم شوند و بالاخره فرصت به اینا داده شدن که به میزان اشتراک مردم خیلی خوب بود با همه چالش ها و مشکلات هنوز هم مردم افغانستان از اون شعور سیاسی خیلی بالای برخوردار دارن اما هنوز هم نزدیک به 150 مرکز در روز دوم بستمان مردم نتونستن که برن رای خود استعمال کنن در کابل ما 45 مرکزی که داشتیم به روز دوم در اونجا انتخابات برگزار شدن مردم اشتراک کردن و هنوز بر اونا فرصت ای داده شد که تا ساعت 6 باید اشتراک بکنن و وقتی در قطار مردم باشه به عنوان رای دهنده میتونه فرصت دوباره معیا شه اونا اشتراک بکنن تا آخرین نفر مردم شکردره و چهاراسیا چرا به خاطر اعتراض پشت دروازه کمیسیون آمده بودن امروز خب ببینن ما پیشترم یاد کردم که حلقات کوچکی که نمیخواین انتخابات برگزار شوند کار میکنن که تا اینکه این پروسه بزرگ بدنام بکنن ما به یک طرف قضیه را نگاه نکنیم و مشکلات را نگاه نکنیم ببین در طرف دیگه دستاوردهای کمیسیون مستقل انتخابات تلاشای کمیسیون مستقل انتخابات تلاشای نیروهای امنیتی تلاشای مردم که به پای صندوق رای اومدن با قبول همه مشکلات چالشای امنیتی و تهدید امنیتی اومدن قبول کردن در این پروسه ملی اشتراک کردن اینم نادیده نگیریم هر چیزی که مردم به باور هستن که نیروهای امنیتی واقعا قهرمانانه از این پروسه دفاع کردن و امنیتش را گرفتن مردم افغانستان نشان دادن که یک ملت خوابیدن ملت بیدار است میگن مردم و نیروهای امنیتی بردن اما کمیسون بازنده بود بخاطر که نتونست انتخابات به طور درست مدیریت کنه
ما نمیتونیم هیچ طرف قضیه را بازنده اعلان بکنیم، به دلیل که امروز از 8 میلیون 800 نفر که به عنوان رای دهنده پیش ما ثبت بودند، 3 میلیون 800 اینا بدون از قندهار و بادغیس که معلومات کلی نامدن و امروز هم که معلوماتی که در بعض نقاط از برای ما نامدن، اینی معلوماتی است که تا این شام نفرهای هستند که به عنوان رای دهنده اشتراک کردن و این خود نشان دهنده ای امی است که با همه چالش ها بازم کمیسیون مستقل انتخابات امی پروسه را مدیریت کردن. یک سوال اینجا پیدا میشه که کمیسیون نتوانست که 3 میلیون و 800 هزار مدیریت کنه، اگر 8 میلیون اشتراک میکردن چگونه مدیریت میشد؟ شما یک طرف قضیه را ما فکر کنم میبینین، ولی یک چیز نگاه بکنین که در یک خانه، در یک خانواده مدیریت کردن یک خانواده مشکل است، ولی ما در 32 ولایت افغانستان با شمول مرکز خیلی مشکل است مدیریت بکنن. ولی یک کارمند یک کار میکنه، به معنای این نیست که رهبری ناکاراست یا رهبری مدیریت نداره، مدیریت سالم نداره. ما پذیرفتیم که مشکل است، ولی با آن واید به این مشکل رسیدگی کردیم و امروز که مشارکت مردم آنقدر بالاست، نشان دهنده ای است که کمیسیون مستقل انتخابات تلاشش نتیجه داد و بالاخره مو برنامه را دوباره محال کردن. مو جنجال و مشکلات دلیل دیگه چی بود که مراکز خوب ناوقت باز شد؟ گفتی نماهنگی نبود، مردم میرفتن چند نفر که رای میدادن میگفتن ورقای رای دهی خلاص شد یا از این قبیل مشکلات، دلیلش در چی بوده؟ ببینن هر محل ما اما کتابی که بر اونجا میرسن 600 نفر است، 600 نفر با مطابق نمونا، مطابق چیزی که به عنوان رای دهنده پیش ما آمار ثبت است، مطابق اما کتاب رسیدن برشان مشکل از بابت مواد اساس یا غیر اساس ما نداشتیم. ولی یک منابعی که ما در روز با مشکل مواجه شدیم، منابع نیروی کاری بود که با مشکل واقعا ما مواجه شدیم، که تعدادی از معلمین محترمی که آمدن آموزش دیدن، درس خواندن اینجا، ولی در اون روز اینا حاضر نشدن به سر کار. اینی یک خلا را، یک خلای جدی را به ما بار آوردن که ایره واقعا یک خلا بود. وقتی نیروی کار نباشه، مواد باشه، مشکل است کار پیش بره. کار این نیروی انسانی است که کار پیش میبره. ما ایره بپذیریم، ولی کمیسیون مستقل انتخابات با همه چالش ها بازم تلاش کرد که انتخابات برگزار بکنه و بر مردم فرصت بدن که از حق قانونیشان محروم نشوند، بیان به پای صندوق های رای. میزان مشارکتشان بالا بود و بحث دوم این که امی وقتی که مردم که میان به پای صندوق های رای، نشان دهنده ای است که اینا هم اعتماد از دست رفته خود دوباره به سر کمیسیون پیدا کردن و اعتماد کردن آمدن رای دادن. اگر واقعا اینا اعتماد نمی داشتن به پروسه دموکراتیک و یک پروسه ملی، بدون شک اشتراک اینا صفر می بود امروز. باید وقتی که ما میزان مشارکت بالا داریم، بعضی مراکز در نزدیکی کمیسیون انتخابات دیروز انتخابات برگزار شد و قرار نبود که امروز برگزار شود. یکی از مکاتب در مکلویان سه، لیسه شهید حاجی عبدالقدیر، امروز صندوقا برده بودن، مردم رای میدادن، 25 نفر رای دادن در حالی که در پلان نبوده. دلیلش چی بوده؟ صندوقا را که برد اونجا، ورقای رای دهی را که انتقال داد اونجا. خب ببینیم، برای ما پیشترم یادآور شدم که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تا آخرین لحظه تلاش کردن که نباید هیچ شهروند افغانستان وقتی که استیکر زده شده در شناسنامه اونا، نباید به اینا بر مشکلات یا تهدیدهایی که دیروز در کابل ما به انفجارات انتحارات بیشتر داشتیم، واقعا تهدید امنیتی بیشتر بود و اکثریت مردم از حق قانون محروم شده بودن. در کل میپذیرین که مدیریت انتخابات در روز دو روز انتخابات تقریبا از کنترل کمیسیون انتخابات خارج شده بود؟ این ضعف مدیریت نگوین، به دلیلی که نمیشه که چالشایی که اگر ما 92% در کار خود موفق بودیم، ولی 8% در کار خود میپذیریم که مشکلات چالشای تکنیکی نبودن. مشکلات شما 8% میدونیم؟ خب شما یک بار به مراجعه بکنید به میزان مشارکت مردم و بعد از این برنامه شما چرا میزان مشارکت مردم ربط میتین به مدیریت کمیسیون؟ خب اگر خودشان یعنی قربانی دادن با وجود تهدیدات و مخالفین گفته بود کسی که اشتراک کنه میکشیم، کشتم شدن ناظرین بعضی از کاندیدا در ولایات، اما مردم به شوق آمدن، مدیریت نشد، پشت قطار ماندن، که سایت ناوقت باز شد. خب ببینن، اگر برنامه ها وقتی برنامه به شکل خوبتر اما هنگی پیش نره، مشکل است که میزان مشارکت مردم ما بالا داشته باشه. وقتی که برنامه اونجا تحریزی میشه، اگر برنامه تحریزی نشه و آن واحد مواد که نمیرسه، به دورترین نقاط نمیرسه، مشکلات حل نمیشد، خب مردم بالاخره به چی اشتراک میکردن؟ ورق نبود، به چی رای میدادن؟ خب اینجا فکر نکن، یک انتخابات به شکل یک مثلث است، یک طرفش خود انتخابات به شکل مثلث، یک طرف انتخابات است، کمیسیون است، یک طرف مردم، یک طرف حکومت هستند. اگر اینا با هم یک ربطی نداشته باشن، مشکل است ما یک انتخابات موفق داشته باشیم. تشکر، برمیگردم اشاره پختنه چې مخکې وکړه بیام تکرار اومه چې فکر کوي چې 7% مشکل یعنی 92% ټاکنې په بریالۍ توګه باندې تر سره شي، یوازې د کابل د وزینې کې وګورئ.
زه فکر نکوم چې هغه به 8% یو څه به فیصدي لوړ وي، او خورکۍ چې وویله په کوم برخه کې چې واقعیت موږ دا منو چې همیشه په انتخابات کې 650 پاڼې په هر محل کې اوسي، خو زه ارقام لرم د دې ټول څه ما مخکې هم درته وویله چې کمیسیون سره زه یو همکاري کول سم چې زه هر څه ثبوت په لاس کې ورکړم. که چیرې د دې رهبري یا هم د کمیسیون هغه چارواکي په دې کې داخل نه وي، نو د دې د لاندې کوم کسان چې په سایټونو کې دا په فساد پنه شکل دي، ځکه کوري کله چې شپږ سوه پاڼې راغلي یو محل ته او اوس بېرته شمېرل شوي اویا نفرو یا دوې رایې پنځه رایې شپږ رایې هر محل کې دغه کاندیدان یا رایې وړي یا نه وړي، حتی اقل دلته ګرده لیکل شوي اویا تر اویا اتیا تر سلو یو سلو شلو اصلا نور په کوم پاڼې کې چې دی ورکوي یا کوم ریسپټ چې دی د مکتبونو او د مسجدونو شاته ځړولي دي هغه تر اویا رایې نه دي. هر وخت چې اویا رایې نه وي دلته په سلهاوو نور کسان د دروازې و شاته ولاړې وای ورکې خلاصې سولې، نو آیا دغه سل رایې بي ونیسو دا پنځه سوه رایې څه سولې نور د پاڼې؟ یعنی هغه پوښتنه چې مخکې ما وکړه چې څو کسانو چې رایې ورکړې ورته ویل چې ورقې نورې خلاص شوې، نو کله چې په هغه مرکز کې دوی ثبتنام کړی دی دلته مسلسل کسانو رایې ورکړې ده او پنځه سوه برقې نورې پاتې دي، خو خلک ولاړ دي هم وای پاڼې نهسه، او یا هم دغه شپږ سوه کسانو راغل دي رایې ورکړې دي، خو کله چې هغه عمار راوځي هغه عمار مکمل ګرده تر سل یو سل شل یو سل پنځوس اضافه نه دي. دلته سوال پیدا کیږي، خو زه راځم زه من هیست یو افغان، من هیست یو رهند نه، من هیست یو کاندید، من هیست یو افغان. زه واقعا زه وایم خپل ټول ولس ته وایم که چیرې موږ تاسې څلوېښت کاله جګړې ولیدلې، څلوېښت کاله ناخوالې مو تېرې کړلې، نو څلوېښت کاله کې چې اوس موږ د اصلاحاتو په لور باندې ځو او یا هم د انتخاباتو پروسه په تېرو شپاړس کلونو کې لکه نن ورځ چې دغه رقم خلکو په پراخه کچه باندې په هغه کې ګډون وکړي او دغه رقم د دې مدیریت تر یو ډېره حده پرې واقعا زه لاسته راوړنه بولم د افغانستان د حکومت لپاره، د افغانستان د ملت لپاره، د خپل کمیسیون لپاره، ځکه کله چې په نویمه نه په نویمه نقطه کې ستا سټاف نه درته راځي نو ته مجبور یې چې حتما د ستونزو سره مخ کېږې. واقعا د دې پیښې زه شاهد یم چې اکثره معلمین دي نیولي وه خو پرته له معاشه، او یو مشکل همدا ده چې په مخته توګه باندې په تعدیف کې به څوک نه راځي. دا خبره ده په افغانستان کې بیا معلم په طبقه کې سره وزر روپۍ دي د میاشتې معاش اخلي چې کله ځي د وزارت معرف کارمندان دي، او که چېرې راځي بیا کمیسیون په مفته باندې په دومره لوړ تهدیدات سره چې دور زورواکي چې کاندیدان دي د هغوی سره سره ته باندې طرف واقع کېږي، نو خپل ژوند دې تر هغه بهتره وبني، ولاړه په پروسه کې ګډون وکړي خو نه نه د دې پروسې د خند سره نه کوم بیت په جنبندۍ ته وګرځم. مې پزیرین کې یکی از اشتباهات شاید همی باشه که معلمین بدون معاش استخدام شدن و او هم یا خریده شدن یا در روز انتخابات از اثر تهدیدات نخواستن که به اشتراک کنن. خب اگر شما در کنفرانس های مطبوعاتی کمیسیون مستقل انتخابات متوجه شده باشن، رهبری کمیسیون مستقل انتخابات آقای سیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات دو موضوع را اشاره کردن در نیامدن خود معلمین، یکی تهدید امنیتی و یکی ترس از خود یک تعداد کاندیدا و یکی نداشتن امتیاز بودن که یک معلم وقتی در یک روزی که می استخدام میشه فکر کنم 1100 افغانی مد نظر گرفته بودن که و عمو معلم در جای دیگه تدریس میکنه که بالاتر از 1100 در یک روز درآمد داره، بنابراین این دلیل ترجیح دادن که امروز نیاین. خب بحث دوم این که بودجه همین معلمین از طرف کمیسیون مستقل انتخابات داده نمیشه، شما خب در جریان هستین که پولی که بر ما داده میشه مستقیما صلاحیتش خود کمیسیون مستقل انتخابات نره، نهادهایی که در این بخش کمک میکنه شرکای انتخاباتی ما اونا هستن پول باید داده شون. و دوم این که معلمینی که استخدام شده بود چون که کارمند رسمی دولت بودن یک امتیاز حد اکثری از طرف خود وزارت معارف یا تدابیری که مد نظر گرفته شده بود امی بود، ولی در استخدام اینا و در بودجه پولی اینا کمیسیون مستقل انتخابات هیچ نقش نداشتن، ولی به همین دلیل امروز هم که آقای سیاد ابراز نگرانی کردن از این بابت که چون پول نداشتن اینا نامدن و از یک طرف هم نگران جان خودشان بودن اینا واقعا هم از مخالفین هم از زورمندا کنده. ولی یک چیز من براتون تاکید میکنم که بازم رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با این انتخاباتی که واقعا کم بیش با چالش کشانده شد دیگه شد، ولی افراد زورمند فکر نکنن که در روز انتخابات اینا سوال بکنم که خب حال انتخابات خو این گونه برگزار شد چقدر اطمینان میدین به مردم که رای مردم رای واقعی مردم ضایع نمیشه، یعنی رای پاک و ناپاک درست جدا میشه و کسانی که تقلب کردن زورگویی کردن یا دیگه کردن که اونا واقعا در پروسه باید شامل نشن؟ من چند چیز اشاره میکنم، یکی کارمند ما اگر تثبیت شوه طرف یک کاندید واقع شده، اگر تثبیت شوه تقلب کرده به نفع یک کاندید یا به ضرر کاندید، بدون شک رهبری کمیسیون مستقل انتخابات به نهادهای عدلی قضایی معرفی میکنن مجازات،
کارمند ما خوب کار کردن مکافات برشان تعیین شده. اگر بازم افراد زورمن از زور خود از آله فشار استفاده کرده، چون کارمند یک کارمند بیچاره به خاطر 2000 افغانی میان در اونجا کار میکنن، سر کارمند ما از نفوذ خود کار گرفته، از زور خود کار گرفته، او زورمند در حال شناسایی است و افرادی هم هستند که بر ما راپورهای متعددی از تمام سراسر افغانستان بر ما رسیده. فعلا رهبری کمیسیون مستقل انتخابات سر این راپورها کار دارن که باید شناسایی شوند که در روز انتخابات کیا تقلب کردن و کیا از زور کار گرفتن. به هیچ وجه کمیسیون مستقل انتخابات به هیچ فرد زورمندی که توسط زورش رای آورده اجازه نمیده که به خانه ملت راه پیدا بکنن. یک بحث. بحث دوم این که به آرای پاک مردم احترام میگذاره رهبری کمیسیون مستقل انتخابات. آن چی است؟ آرای پاک مردم نماینده را میفرستن به خانه ملت. ایره خوب است که ملت افغانستان آگاه باشند که کمیسیون مستقل انتخابات، رهبری کمیسیون مستقل انتخاب با تمام جدیت مبارزه میکنه این بار که نباید کسایی که توسط زور آمدن یا تقلب کردن هر آن چیزی کردن به خانه ملت راه پیدا بکنن. یک چیزی که شایعاتی که بود که ماشینای بایومتریک کار نمیکنه، این واقعا کار نمیکرد یا چیزی که رئیس کمیسیون گفت که نه، یک تعداد میخواستن که همین پروسه را بدنام کنن؟ خب ببینید شما، در حدود 92% دستگاه ما در تمام جا قابل تطبیق بود، تطبیق شد و ما در این قسمت دستگاه های اضافی هم داشتیم، احتیاطی هم داشتیم که باید در جایی که ماشین ما خراب میشه باید کار بگیرن. و 8% چالش های تخنیکی اینا داشتن که آن واید به او رسیدگی شدن. ولی درست حلقات خاصی که نمیخواستن انتخابات برگزار شوند اونا کار کردن تا اینکه ذهنیت مردم مخشوش بکنن و این پروسه را به یک پروسه بدنام تشکر کنن. دیش ثانی وقت لرو که سوال غواړی میره بانی. ز من هیسته یو افغان خپل ټول غیور ولست بیا هم مبارکی و امددی تکون ته او یو پیغام لرم. من هیسته یو افغان هغه کسان چې راځي په زور واقعي سره غواړي خپل ځان پارلمان چوکۍ ته ورسیږي. د افغانستان ټول ملت یو افغانان یو، یو واحد خپل د حکومت ملاتړ کوو او همدارنګه په هیڅ صورت باندې نه پرېږدي چې دغسې کسان راسی پارلمان ته رایه پیدا کی. نور دی د زوال پر لور باندې روان دي او ورځ تر بلې من هیسته یو افغان هر افغان د دې په وړاندې باندې به ولاړي. نه یوازې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پروسه په شفافه توګه سرته ورسیږي، د دوی هم همکاري غواړو. همکارانزه من هیسته یو افغان یو کوم، نه من هیسته یو کاندید، نه ځانته امتیاز ترینې غواړم. من هیسته یو افغان ولی نور بس ته دی ډیر د افغانستان د خلکو په سرنوشت باندې لوبې وکړې. نور الحمدلله ولس هوښیار شوی دی، بل خصوص ځوانه طبقه سیاسي شو لوړ شوی دی. حاصلان دی موږ د دې د لاس اله نور نه کړو. ډیره مننه کوم، تشکر. ستاسو لیدونکو نه مننه کوم چې ملتیا مو کړه. تر بیا د خدای په امان.